میگه صالح ابن ابی الاسود میگه که از جعفر ابن محمد شنیدم میگفت که سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم احد بعدي بمثل حديثي. قبل از اینکه من را قبل از وفاتم از من سوال کنید، دیگه مثل من کسی نخواهید یافت که براتون علم پخش کند. صالح ابن ابی الاسود کیه؟ بریم تو قسم ترجمه این شخصیت. صالح ابن ابی الاسود الکوفی، این هاشه. صالح ابن ابی الاسود الکوفی الخیاط عن العامش بغیر، واه یعنی خیلی سست و بیارزش هست. ابن عدی میگه احادیث لیست بالمستقیمه و لیس بالمعروف. خب اینم این شخصیت هست که میگه که حضرت جعفر گفته قبل از این که من را قبل از وفاتم، قبل از این که دیگه منو نبینید، هر سوالی میخوای بکنید. خب این روایت هم که درست نیست، علم هست. خب میگه لا یحدثکم احد بعدی بمثل حدیثه، مثل سخنان من کسی دیگه نمیگه. خب یعنی چی؟ بس اگه اینگونه هست، بس امامت من عند الله چیه؟ اگه شما میگید امام من عند الله هست، بس حضرت جعفر این حرفی که میزنه قابل قبول نیست. خب امام بعدی میاد دیگه، مردم نیاز دارن، چیزی که پنهان نمیشه دیگه، بلکه بر علمش هم میکنه رفزوده بشه، نیاز مردم هست فلان چیزایی. بس این روایت هم یک روایت بی اساس و باطل است. یه روایت دیگه میاره اینجا امام ذهبی رحمت الله علیه که بیانگر این است که حضرت جعفر رفته کوفه در حیره در مجلس ابو منصور و امام ابو حنیفه هم حضور پیدا میکنه در اونجا. خلیفه میگه که خیلی مردم دوروبر جعفر جمع شدن، بیا یه کاری کن. منظورش خرد کردن شخصیت حضرت جعفر بود. میگه وقتی که اومد میگه رفتم داخل مجلس، دیدم جعفر صادق کنار خلیفه نشسته. میگه که خیلی اصلا هیبتی داشت، هیبتش از خلیفه در دل من هم بیشتر بود. میگه که ببخشی منصور بود، نه ابو منصور، خود منصور خلیفه میگه در حیره بود. میگه بعد 50 سوال کردم، گفت که آره دقت کنید. میگه که سوال ازش کردم، گفت که خب این بعضی سوالا من با شما و بعضی مخالف هستم، بعضی ما رأی خودمونو داریم، بعضی رأی اهل مدینه داریم، بعضی هم مثل شما میگیم، بعضی هم رأی خودمون داریم. میگه همه سوالا رو جواب داد. حالا ببینیم این سندی که نقل کرده این قضیه رو با هم ببینیم. اتاق فرمان لطف کنید. این هست، میگه که ابن عقده الحافظ حدثنا جعفر ابن محمد ابن حسين ابن حازم حدثني ابراهيم بن محمد الرماني ابو نجيح سمعت حسن بن زياد سمعت ابو حنيفه وسئل من افقه من رايت. ان سلسله سند میره میگه که حسن بن زياد که از شاگردان امام ابو حنیفه بوده، میگه که از ابو امام حنیفه شنیدم که از سوال شد که فقیه ترین فرد در نزد دو کیه. میگه هیچ کس مثل جعفر ابن محمد فقه ندارد، فقیه نیست. میگه لما اقدمه المنصور الحیره، حیره در عراق هست. میگه که منصور خلیفه عباسی اونو به کجا دعوتش کرد؟ به حیره، حیره در عراق هست. بعد میگه که یا ابو حنیفه به من کسی رو فرستاد و من رفتم پیشش، گفت یا ابو حنیفه مردم مفتون شدن به جعفر ابن محمد، یه چیزهایی که از اون سوالهای سخت و سخت تو داری بیار. نکنید اصلا مثل این که استهزا از دین، فحی له من مسائل کالصعاب، از اون سوالهای پیچیده و سخت تو بیار. میگه 40 تا سوال آماده کردم و اومدم. خب حالا این بحثش هست که بعد در آخرش هم میگه که در هر مسئله که از سوال میکنم میگفت که شما اینو میگید، اهل مدینه اینو میگن، ما اینو میگیم. خب حالا بیایم برگردیم به سند این روایت که اولا میگه که
اومده به عراق، چون اومدن حضرت جعفر به عراق ثابت نیست، نمیشه ثابت کرد، مگر این الان این روایتی که حضرت که امام ذهبی رحمت الله آورده که حضرت جعفر صادق اومده به مدینه. حالا ببینیم این شخصیت، اولا ابن عقده الحافظ، ببینیم ترجمهش ابن عقده. خب احمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة الحافظ أبو العباس محدث الكوفة شيعي متوسط ضعفه غير واحد وقواه آخرون گروهی اونو ضعیف دونستن و گروه دیگه اونو مورد تأیید قرار دادن. ابن عدی میگه که صاحب معرفة وحفظ وتقدم في الصنعة رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء علي. میگه که صاحب معرفتی است، علم هست، حافظ هست، در این علم متقدم هست، از بزرگان هست، علمای بغداد از او به خوبی یاد نمی کنه. اما ابن عدی خودش چیه؟ قوا ابن عدی امره، اونو مورد تأیید قرار میده. خب این از شخصیت اولی که ابن عقده هست که در موردش اختلاف هست، هیچ اشکال نداره، ما میگیم که این درست. جعفر ابن محمد ابن حسین ابن حازم، ابن عقده از جعفر ابن محمد ابن حسین ابن حازم نقل میکنه. ببینیم در ترجمه چی میگه، چی نو شخص چی ترجمه نداره، میشه گفت مجهول هست، هیچ ترجمه ازش یاد نشد. خب این روایتی که میگه حضرت جعفر توسط به قول خودتون منصور دوانیقی اومد طلب شده، خواسته شده به حیره. خب شخصیت دوم بعد از جعفر ابن محمد ابن حسین، ابراهیم ابن محمد رمانی ابو نجیح. ببینیم ترجمهش نگاه کنیم، ببینیم این کیه. اینم ترجمه نداره، نگاه کنید، ابو نجیح الرمانی اینجام که اسمش بود، ترجمه نداره، یعنی مجهول هست. این دوتا. بعدی حسن ابن زیاد. حالا حسن ابن زیاد ببینیم که چه شخصیت است. بار دیگه حسن ابن زیاد اینجا بریم، حسن ابن زیاد اینه، ابن زیاد اللؤی مولا النخع. خب قاضی بوده، بعد بریم اینجا شخصیتش معرفی میکنه، میگه که اخبرن ابو بکر ابن محمد فلان ان الحسن ابن زیاد امرا قبیحا، امر زشتی از حسن ابن زیاد برام یاد کردن. میگه که به یزید ابن هارون گفتیم که رأی در مورد حسن ابن زیاد لؤلؤی گفت. میگه مگه اون مسلمونه؟ مسلمون هو حسن ابن زیاد. حدثني احمد ابن علي ميكي. خب حسن ابن زياد سرشو قبل از امام بلند میکرد، قبل از امام سجده میکرد، بعد میگفت که مگه در حدیث نبوده که من قطع صدره صوب راسي صوب براسه في النار فمن قطع نخله صوب براسه. خب این یه حدیث بی خودیست. پس این شخصیت هم یک شخصیت قبولی نیست. یعنی الان از ابن عقده اگه ما بگذاریم بگیم که بله مورد قبول هست، جعفر ابن محمد مجهول بود، ابراهیم محمد رمانی هم مجهول بود، حسن ابن زیاد که ضعیف هست، خب امام ابو حنیفه جای خودش امام هست، ولی خب کسانی که اینو درست کردن و به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت دادن، این روایت دروغ هست.